عناوین اصلی: کارشناس نظامی جنگ هسته‌ای در سال 2023 رخ نخواهد داد. حمایت ناتو از حملات اوکراین به اهدافی در خاک روسیه. ادامه ارسال گاز از گازپروم به اروپا. واکنش بایدن به درخواست زلنسکی برای تحویل موشک به اوکراین. و بریتانیا به اوکراین دستگاه‌های فلزیاب می‌دهد. سلام و درود. به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. کارشناس نظامی: جنگ هسته‌ای در سال 2023 رخ نخواهد داد. کارشناس لبنانی مسائل نظامی استراتژیک عمر المعربونی در مورد سناریوهای توسعه عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین به اسپوتنیک عربی اظهار نظر کرد. این درگیری که از نظر جغرافیایی در اوکراین رخ می‌دهد، رویارویی واشنگتن و مسکو است و تا زمانی که ایالات متحده سیاست ضد روسی خود را دنبال کند، صلح برقرار نخواهد شد. من فکر می‌کنم خصومت‌ها در سال آینده ادامه خواهد داشت. حتی ممکن است در ژانویه تشدید شود. هدف اصلی شکستن هژمونی آمریکاست که جهان را به عنوان یک کل از جمله کشورهای عربی تقسیم کرده است. با این حال به نظر من همه اینها به جنگ هسته‌ای در سال 2023 تبدیل نخواهد شد. حمایت ناتو از حملات اوکراین به اهدافی در خاک روسیه. علیرغم ادعاهای مقامات غربی مبنی بر سیاست اجتناب سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از تقابل مستقیم با مسکو در جنگ با کیف، ناتو اما از حملات اوکراین به خاک روسیه حمایت کرد. ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو امروز جمعه گفت حملات اخیر اوکراین به اهداف نظامی در روسیه کاملا مشروع است. به نوشه خبرگزاری آلمان، استولتنبرگ با بیان اینکه حمایت نظامی از اوکراین سریع‌ترین راه برای صلح است، اظهار داشت راهکار مسالمت آمیز از طریق مذاکره به شرطی میتواند وجود داشته باشد که حاکمیت اوکراین را تضمین کند. ادامه ارسال گاز از گازپروم به اروپا. گازپروم روسیه اعلام کرده که 42.4 میلیون متر مکعب گاز را روز جمعه از طریق اوکراین به اروپا ارسال خواهد کرد که تقریبا مطابق با روزهای اخیر است. این یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که روسیه بزرگترین حمله هوایی از زمان آغاز جنگ در فوریه را انجام داد. بایدن درخواست زلنسکی برای تحویل موشک را رد کرد. یک رسانه آمریکایی در گزارش ادعا کرد رئیس جمهور آمریکا درخواست ولادیمیر زلنسکی برای تحویل سامانه موشکی تاکتیکی ATACMS را رد کرده است. پایگاه پولیتیکو گزارش داده زلنسکی در سفر اخیرش به واشنگتن از بایدن خواسته به اوکراین موشک‌های ATACMS که بردی نزدیک به 300 کیلومتر دارد تحویل داده شود، اما بایدن این درخواست را رد کرده است. پایگاه پولیتیکو نوشته بایدن تحویل این سلاح‌ها را اقدامی بسیار تحریک‌آمیز و تنش‌زا می‌داند. بریتانیا به اوکراین دستگاه‌های فلزیاب می‌دهد. بریتانیا می‌گوید در آخرین نمونه از حمایت نظامی بیش از 1000 فلزیاب و 100 کیت برای غیرفعال کردن بمب‌ها برای کمک به پاکسازی میادین مین در اختیار اوکراین قرار داده است. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا در بیانیه‌ای گفت استفاده روسیه از مین‌ها و هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی بر ظلم تکان دهنده تهاجم پوتین تأکید می‌کند. وزارت دفاع گفت که فلزیاب‌ها می‌توانند با کمک به حذف خطرات انفجاری به سربازان کمک کنند جاده‌ها و مسیرها را پاک کنند، در حالی که این کیت‌ها می‌تواند فیوز را از بمب‌های منفجر نشده خلع سلاح کند. والاس روز پنجشنبه گفت که بریتانیا 2.77 میلیارد دلار به اوکراین در سال 2023 کمک نظامی اختصاص خواهد داد که برابر است با مبلغی که امسال ارائه کرده است. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اون رو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.